به نقل از سایت رسمی مسجد کوفه، به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام و مسلم ابن عقیل علیه السلام و صحابی هانی ابن عروه، مراسم سوگواری با حضور مردم در مسجد کوفه برگزار شد. در این مراسم خطیب حسینی شیخ زمان الحسناوی سخنرانی کرد و ملا عمار الکنانی به ذکر مصیبت و مداحی پرداخت. مراسم سوگواری شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام و مسلم ابن عقیل علیه السلام و هانی ابن عروه در صحن‌های مسجد کوفه به مدت 3 شب از روز شنبه تا دوشنبه 3 تا 5 تیر ماه برگزار می شود. سید محمد مجید الموسوی تولیت مسجد کوفه و زیارتگاه های وابسته به آن بر اهمیت ارائه خدمت به زائرین و عزاداران تاکید کرد و گفت کمیته های ویژه‌ای برای استقبال از موکب ها تشکیل شده و علاوه بر برگزاری مراسم سوگواری به عزاداران و زائران اطعام نیز داده می شود. مدیریت حرم مطهر امام حسین علیه السلام پذیرای هیئتی از حرم مطهر علوی بود و پرچمی را که در عید قدیر خم در جوار حرم امام حسین علیه السلام به اهتزاز در می آید دریافت کرد. احمد الهلاوی تولیت آستان مقدس حسینی گفت با برادران خدمتگزار حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام دیدار کردیم و آنان در حالی که پرچم روز قدیر را در دست داشتند آن را به عنوان هدیه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندش امام حسین علیه السلام به این حرم تقدیم کردند. به افزود قرار است این پرچم در روز عید قدیر در جوار مرقد امام حسین علیه السلام به اهتزاز در بیاید. تولیت آستان مقدس حسینی گفت اهمیت عید قدیر بر همه مسلمانان و بر همگان پوشیده نیست، به ویژه اینکه آن را عید الله اکبر می‌دانند. عبدالهادی الابراهیمی یکی از اعضای اداری حرم مطهر علوی گفت با توصیه عیسی الخرسان تولیت آستان مطهر علوی به مناسبت عید قدیر پرچم‌ها و بنرها توزیع شده است. وی تأکید کرد این پرچم و بنرها در بقاع متبرکه عراق و برخی اماکن دیگر توزیع شده است و انشالله در عید قدیر خم به مناسبت این عید برافراشته خواهد شد. الابراهیمی تصریح کرد توزیع و نصب پرچم و بنر از سوی تولیت حرم مطهر علوی برای ما اهمیت دارد و با این کار عید قدیر را معرفی می کنیم. مراسم آغاز بهره برداری از پروژه آبرسانی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در مناطق محروم افغانستان برگزار شد. این پروژه آبرسانی با تجهیز چاه عمیق، ساخت مخزن، تأمین برق و خط انتقال به شبکه آبرسانی حسینیه فاطمه الزهرا علیه السلام در مزار شریف انجام شد. احداث این اقدام نیکوکارانه که آب آشامیدنی 2400 نفر را تأمین نمود با بودجه 10000 دلاری در بهمن 1401 کلید خورد و با عنایت خدای متعال در خرداد ماه 1402 به پایان رسید. گفتنی است در احداث این پروژه آبرسانی یک مخزن آب 30000 لیتری به ارتفاع 10 متر نیز استفاده شد. شایان ذکر است کمک های مالی نیکوکاران و تلاش دفتر آیت الله العظما شیرازی همراه با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و یاری سازمان آیسی در لندن و شبکه جهانی امام حسین علیه السلام جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشردوستانه را در شهر مزار شریف افغانستان رقم زدند. ائتلاف افراطی حاکم در ایتالیا در اقدامی بحث برانگیز اخیراً قانونی را ارائه کرده است که می‌تواند منجر به بسته شدن بسیاری از نمازخانه‌های مسلمانان در سراسر کشور شود.
این قانون پیشنهادی ارائه شده توسط حزب نخست وزیر جورجیا ملونی انتقاد شدید سیاستمداران مخالف را به دنبال داشته و آن را مصداق بارز تبعیض غیر قانونی می دانند. گفتن است این لایحه به طور خاص فضاهای نماز واقع در خارج از مساجد سنتی یا آنهایی که مجوز رسمی برای عبادت ندارند، از جمله فضاهایی که توسط سازمانهای مختلف فرهنگی مسلمان استفاده می شود را هدف قرار می دهد. شایان ذکر است جامعه مسلمانان ایتالیا متشکل از حدود 2.5 میلیون نفر عمیقا در مورد عواقب احتمالی این قانون نگران هستند. مقامات محلی حکومت افغانستان اعلام کردند در پی آتش سوزی های ادامه دار در ولایت کنر تا کنون بیش از 14 هکتار جنگل و مراتع سوخته است. احسان الله رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت افغانستان در ولایت کنر اظهار داشت آتش سوزی از شنبه هفته جاری آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. وی افزود این آتش سوزی در جنگل های سندری و کرنگل شهرستان در پیچ آغاز شد و بیش از 14 هکتار جنگل و مراتع تا کنون سوخته است. سال گذشته نیز هزاران هکتار جنگل در شهرستان چپدره در ولایت کنر تومه حریق شد. آمارها نشان می‌دهد در حالی که تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتریش در سایه سیاست‌های سختگیرانه این کشور روند کاهشی داشته، از طرفی شمار اخراج‌های پناهندگان افزایش پیدا کرده است. به گزارش روزنامه اتریشی کرون سایتونگ، آمارها نشان می‌دهد در حالی که درخواست‌های پناهندگی در سایه سیاست‌های سختگیرانه اتریش کاهش پیدا کرده، اما روند اخراج‌ها تشدید شده است. بر این اساس در ماه می سال جاری 4354 درخواست پناهندگی در اتریش ارائه شده است، در حالی که در ماه می 2022 تعداد این درخواست ها 6030 مورد بوده است. در کل سال 2023 تا کنون 17988 درخواست پناهندگی ارائه شده است که در مقایسه با 5 ماه اول سال قبل حدود 20% کاهش داشته است. با این حال در مقایسه بلند مدت این اعداد هنوز نسبتاً بالا هستند. گفتنی است بیشترین درخواست‌های پناهندگی در اتریش توسط شهروندان سوری 1408 و پس از آن افغانستانی‌ها 717 و مراکشی‌ها 421 بوده است. در پایان شایان ذکر است بر اساس آمارها از ابتدای سال جاری تا کنون 4831 نفر از این کشور خارج شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26% افزایش یافته است. نیمی از خروجی های پناهندگان داوطلبانه و نیمی دیگر به زور انجام شده است.